تکنیکی که در این قسمت میخوایم یاد بگیریم استفاده از تکنیک الاین هستش و کاربردی که توی طراحی ها برای ما داره. در واقع کاری که میکنه همترازی یا مرتب کردن شکلهای انتخاب شده است نسبت به خودشون و یا نسبت به آرتبورد و صفحمون. حالا به چه صورت هست؟ ما میایم از منوی ویندو اول گزینه الاین رو انتخاب میکنیم و پنجرهش برامون باز میشه. میتونید هر قسمتی از صفحه که میخواید اون رو قرار بدید. گزینه های مختلفی داره. Align Objects رو داریم. Distribute Objects رو داریم. و Distribute Spacing. و یه قسمت Align To رو داریم که بر اساس سه تا گزینه Align To Selection, Align To Key Object و Align To Artboard ما میتونیم این همترازی ها رو انجام بدیم. در ابتدا من چند تا شکل رو ترسیم میکنم که بتونم این هم ترازی ها رو براشون انجام بدم. رنگ هاشم متفاوت میدیم که مشخص بشه. یه همچین حالتی. حالا میام کلش رو سلکت میکنم. مثلا قرارش میدم در این قسمت از صفم، Align To هم میخوام بذارم نسبت به Align To Selection، یعنی نسبت به اون چیزی که انتخاب شده بیاد این همترازی ها انجام بشه. این گزینه هم فعاله. در این قسمت یه سری گزینه ها داریم که همترازی ها مثلا میاد بر اساس Horizontal Align Left انجام میشه و بر اساس چپ هر کدوم از این اشکال، اگر من این رو بزنم میبینیم که چپ هر کدوم از این اشکال اومد در قسمت چپ سلکشن ما قرار گرفت. Ctrl Z رو میگیریم. گزینه بعدی Horizontal Align Center هستش که در واقع میاد توی مرکز قرار میگیره، شکل هامون در مرکز سلکشنمون قرار میگیرن. باز کنترل زد رو میزنیم. گزینه بعدی هوریزنتال الاین رایت هستش که سمت راست شکل هامون در سمت راست سلکشنمون قرار میگیره. گزینه بعدی ورتیکال الاین تاپ هستش که اگر بزنیم قسمت بالایی شکل هامون در قسمت بالای سلکشنمون قرار میگیره. و گزینه بعدی ورتیکال الاین سنتر هست که در واقع در مرکز قسمت سلکشنمون قرار میگیره. و در این قسمت ورتیکال الاین باتم رو داریم که قسمت پایینی شکل هامون در قسمت پایینی سلکشن قرار میگیرن. بخش دیستریبیوت در واقع یکسانسازی فاصله بین آبجکت ها رو انجام میده. اول کنترل زد رو میزنیم تا حالت های بعدی رو هم داخلش امتحان کنیم. گزینه Align To Key Object در واقع میاد بر اساس یه آبجکتی که ما براش مشخص کردیم اون رو مبنا در نظر میگیره و همترازی ها رو نسبت به اون انجام میده. در حالت عادی این گزینه غیر فعاله. حتما باید مثلا یک شکل رو انتخاب بکنیم تا در واقع همترازی نسبت به اون انجام بشه. اول کل شکل رو انتخاب میکنیم، بعد Align To Key Object رو میزنیم و مثلا یه شکل رو انتخاب میکنیم و بعد از این گزینه ها برای همترازیشون استفاده میکنیم. حالت بعدی Align To Artboard هستش که در واقع میاد نسبت به این Artboardمون همترازی ها رو انجام میده. کل شکلمون رو انتخاب میکنیم اول، بعد میایم گزینه Align To Artboard رو انتخاب میکنیم. حالا حالت های مختلف رو میخوایم داخلش امتحان کنیم. میبینیم که مثلا توی حالت چپچین قسمت چپ اومد در قسمت چپ آرتبورد قرار گرفت، یا حالت وسط میاد وسط آرتبورد قرار میگیره، در قسمت راست راست شکل همون اومد راست آرتبورد قرار گرفت. همچنین گزینه های بعدی هم داخلش امتحان میکنیم که میبینیم همهشون نسبت به اون آرتبوردمون این همترازی ها رو انجام دادن. برای اینکه از این گزینه های پایین استفاده کنیم بهتره که اول از این گزینه های بالا یه حالت انتخاب بکنیم و بعدش از این گزینه ها استفاده کنیم. مثلا انتخاب میکنم که در واقع شکلام به صورت چپچین باشه و بعد انتخاب میکنم که Vertical Distribute Top داشته باشم. نسبت به قسمت بالاییشون این شکل ها از هم یه فاصله مناسبی رو داشته باشن.
یا مثلا انتخاب میکنم که در مرکز قرار بگیرن و Vertical Distribute Center رو داشته باشم نسبت به مرکز شکل هام از هم فاصله داشته باشم و یا این گزینه رو انتخاب میکنم و انتخاب میکنم که Vertical Distribute Bottom باشه از قسمت پایینیشون یه فاصله مناسبی رو از هم پیدا بکنم. همچنین بقیه گزینه ها رو امتحان میکنیم تا ببینیم به چه صورت هست. مثلا این گزینه رو انتخاب میکنم و انتخاب میکنم که Horizontal Distribute Center باشه نسبت به مرکزشون از همدیگه فاصله بگیرن و یا این گزینه رو با این گزینه امتحان میکنیم و در واقع در کارهای طراحیمون این هم تراز کردن و این مرتب کردن ها خیلی بیشتر میتونه به کارهامون کمک بکنه. از این قسمت هم میتونیم توی حالت Vertical Distribute Space و Horizontal Distribute Space هر کدوم رو که انتخاب بکنیم با دادن عدد هم میتونیم در واقع اون رو فاصله های آبجکت هامون رو از هم مشخص کنیم و یک فاصله استانداردی رو براش در نظر بگیریم. این هم در رابطه با تکنیک الاین و گزینه هایی که داخلش وجود داره و در مرتب کردن کارهامون به ما کمک میکنه.